1 2 3 آقا بگو حداقل موضوع چیه؟ حالا فعلا که شروع نشده. آ خب میخوام صحبت کنم. بریم بریم. یا امام. خیلی زیادن. که از شهرهای مختلف کشورم هستن. بگم الان برای چی فوت شدن؟ حدس بزنم؟ آیتم سختی ها. عوامل مختلفی میتونه باشه. کرونا نیست؟ خطاهای پزشکی. خودکشی؟ مصرف مواد. زلزله نبوده؟ بیماری که نیست، یه خودکشی نیست، کرونا هم نیست. کمک کن خوب. کمک کن. افسردگیه. بلایل مرگ آدم ها. بعد اینقدر هم زیاد. بگو نمیدونم. یه جور داری چیزون. بس دیگه الان چی دارم نگاه کنم؟ دارم نگاه کنم. نه خب ببین شاید یکی توش آشنا باشه. نمیدونم چه نظری بدم. یه کمکی میکنی؟ کارمندا بالاترین فوتو داشتن. بعد کارگره، بعد دانش آموز و دانشجو. کارگر دانش آموز 1026 نفر. چه جور مرگیه که کارمندا رو بیشتر در بر گرفت؟ وای فکر کن. ما خیلی پرتیم نه؟ یه راهنمایی کن. پی یه حادثه کشته شدم. یعنی این همه آدم به یه دلیل چی میتونه باشه؟ بعدیو باز کنم. این سه عجیب غریبیه. ایران بزرگترین قربانی تروریست در دنیا با 17,000 شهید. این همه آدم ترور شدن. خیلی ولی ترور کردن. میشه برگردون دوباره صفحه اول؟ اصلا پلان ریخ خوبیه. خیلیه. واقعا خیلیه. قشنی هم که داریم نگاه میکنیم اینجا چیزی نبوده که آزارشون به کسی برسه. چرا مثلا زن و بچه باید ترور بشن؟ آدم سیاسی نیستم و سیاست اصلا هیچی سر در نمیارم، ولی کتاب زیاد میخونم، تاریخ زیاد میخونم. مجاهدین فوق العاده آدمای کثیفی ان و خدا رو شکر که قدرت دستشون نرسید، وگرنه مسلما خیلی اتفاقات بدتری میافتاد. از زمانی که انقلاب شد افرادی بودن، حالا یا ضد انقلابای داخل یا از خارج میومدن، یه سری افراد ترور میکردن که نمونهش همین چند سال گذشته ترور دانشمندان هسته‌ای و همین اخیراً هم که سال گذشته دیما ترور پدرمون سردار سلیمانی. ما بزرگترین قربانی ترور هستیم. نمیشه به ما گفت تروریست. آمریکا، انگلیس، کسایی که دست دارن با اخبار فیکشون جوری پوشش میذارن که مردم عادی نمیتونن تفکیک قائل بشن. خودشون میکشن و ما میگن تروریست.